به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض درود و سلام خدمت یکایک شما بیننده های عزیز. امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. یک بار دیگه من نگی نسیمی در کلبه گرم و صمیمی بستان عافیت مهمان شخصیت های علمی و طبی کشور هستیم و در رابطه با مشکلات صحی شما میپردازیم. ان شاء الله که اگر در رابطه با مشکلاتی که ما صحبت میکنیم کدام سوال نزد شما خلق میشه، میتونین که از طریق شماره تماس برنامه ما با ما ارتباط برقرار کنین. شماره تماس برنامه ما هست 0730 700 730. و همچنان جا داره که یادآوری کنم برنامه ما در فیسبوک نیز به طور لایف پخش میشه و همچنان میتونین که نقد و نظرهایتون با ما شریک بسازین. و همچنان در این قسمت برنامه ما دکتر صاحب قیس نسیمی رو با خود داریم که ایشان متخصص امراض و جراحی چشم هستند و همچنان عضو بورد رهبری و انجمن دکتران چشم افغانستان نیز هستند و در رابطه با کمکاری چشم و صحبت ها در رابطه با کنگره چشم ان شاء الله می داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر، صبح بیننده بخیر. سلامت باشین دکتر صاحب. چی خوب است که در نخست بر دوستای ما بگین قسمی که یادآوری کردم موضوع کمکاری چشم است. با چی دلیل چشم یک فرد کمکار می شود یا هم درست کار کرده نمیتونه؟ کمکاری چشم در کل حالاتی است که یک شخص تصویر به خوبی نمیتونه تشخیص بکنه. میتونه که در فاصله دور مشکل ایجاد شود و یا در فاصله نزدیک شخص در قسمت تثبیت اشیا مشکل داشته باشه یا تصویر مغشوش ببینه. بله. در کل همی اصطلاح را ما کاهش بینایی و اصطلاح شما کمکاری چشم میتونیم برش بگوییم. البته عوامل بسیار زیاد داره، عوامل مختلف داره. ما میتونیم امیر کاتگوری کنیم که بر بیننده خوبتر قابل فهم شود. بسیار عالی. در کل در قسمت بینایی ما میتونیم بگوییم که دو سیستم زیادتر نقش داره. یکی سیستم آپتیکی یا همون سیستم نوری چشم هست که او سیستم لایتی که از اشیا انعکاس میکنه با چشم تمام لایت ها فوکس یا متمرکز میسازه بالای شبکه چشم. شبکه همون نقطه از چشم است که در قسمت تصویر فوکس میشه و مسئولیت دیده داره. بله. و بخش دوم البته بخشی است که مربوط به خود رشته های عصبی و البته اونمو پتوه یا طرق بینایی است که او طرق یا پتوه خود چشم را وصل میسازه به قسمت های مختلف دماغ. بعد از او امین نوری که به داخل چشم فوکس میشه و بالای شبکیه توسط سیستم نوری چشم فوکس میشه از طریق همو طرق بینایی انتقال میکنه به داخل دماغ. به داخل دماغ قشر بینایی وجود داره که مسئولیت البته تشکیل تصویر داره و بالاخره یک تصویر واضح و واحد البته در دماغ تشکیل میشه و تحلیل تجزیه تصویر در داخل دماغ صورت میگیره. بنان مشکل میتونه دمیست البته سیستم نوری اپتیکی چشم با وجود بیایه، ای هم میتونه که سبب کمکاری در چشم شوه و یا همچنان میتونه مشکل در قسمت رشته های عصبی یا همون طرق بینایی است که چشم را به دماغ وصل میسازه. در هر دو قسمت و یا بعضا حالاتی است که در این دو قسمت مشکل نیست، خود دماغ مشکل میداشته، اما قسمتی که قشر بینایی است یا ویژوال کورتکس ما در دماغ میگیم او در قسمت هم مشکلات ایجاد میشه، میتونه که نزد فرد کمکاری بینایی را یا کاهش بینایی را با وجود بیاره. بسیار عالی دکتر صاحب، جهان سپاس، بسیار معلومات عالی و دقیق ارائه کردین. چی خوب است که در رابطه با اعراض و علایمش بگوین که چی چیزها سبب میشه یک فرد با کمکاری چشم مواجه شود. به صورت عموم نشانه ها یا علایمی که فرد احساس میکنه، اولین نشانه کاهش در قدرت بینایی شخص است. بله. این کاهش قدرت بینایی میتونه در دید اشیای نزدیک و یا در دید اشیای دور نزد شخص عاید شود. اشخاصی که به صورت عموم کاهش دید دور پیدا میکنن میتونه در هر سن سال ایجاد شود. بله. اما یک اصطلاح دیگه ما داریم که معمولا قدرت بینایی دید نزدیک در افراد مسن کمتر میشه و یک پروسه فیزیولوژیک نرمال است. به صورت عموم سن بعد از 40 سالگی وقتی که شخص از سن 40 بالا میره دید نزدیکش البته پاورش یا قدرت بینایی دیدش یا نزدیکش کم میشه که یک پدیده نرمال است، میتونه در تمام اشخاص ایجاد شود و به اصطلاح ما او را پرزبایوپیا میگیم یا پیرچشمی برش گفته میشه. و عوامل دیگه که البته در سن سال دیگه که میتونه در مقطع دیگه دید کاهش پیدا بکنه، این میتونه عوامل زیاد دیگه داشته باشه که می البته دو سیستمی را که ما تشریح کردم اگر مشکل در قسمت ایجاد شود میتونه که باعث کاهش بینایی شود. و اولین نشان هم کاهش در قدرت دید است. شخص میتونه در دید دور یا در دید نزدیک مشکل پیدا بکنه. علایم دیگه، شخص میگه که من تصویر واضح دیدن نمیتونم و یا شکایت میکنه که در مقابل دید من اشیایی هست که به شکل پشه در گردش میباشه. بله. در تیگالات ها هم مریض شکایت میداشه. بعض وقتا شخص میگه که من نور بسیار زیاد تحمل کردن نمیتونم، این قسمت من کاهش بینایی میداشته باشم. بعض وقتا شخص از جرقه نوری شکایت میکنه، میگه وقتی که من منبع نور میبینم به شکل جرقه احساس میکنم، احساس ناراحتی در بینایی.
یعنی نشانه های مختلف یا اعراض مختلف مریض شکایت میکنه، اما در کل به صورت عموم مریض از کاهش بینایی شکایت میداشته باشه، این میتونه در فاصله دور یا در فاصله نزدیک باشه. بسیار عالی. من دکتر صاحب که متوجه شده باشین این هر دو سوال همزمان پرسان کردم، علائم و اسباب. در رابطه با سببش بگوین که چی چیزها باعث میشه یک فرد به کمکاری چشم مواجه شده. کمکاری چشم میتونه که مشکل در سیستم نوری چشم باشه که زیاد معمول است، اما مریضای بسیار زیاد داریم که به اصطلاح ما ریفرکتیو ایرور یا خطای انکساری چشم برش میگیم. بله. خطای انکساری یا ریفرکتیو ایرور چی است؟ همو پاور اپتیکی چشم که باید نور از اشیا فوکس بسازه بالای شبکیه میتونه مشکل داشته باشه. در حالتای نرمال نوری که از اشیا میاد باید فوکس شه بالای شبکیه چشم. در صورتی که در سیستم نوری چشم مشکل ایجاد میشه، همی شعایی که از اشیاء میاد یا در پیش روی شبکیه تشکیل میشه یا در عقب شبکیه تشکیل میشه. این حالتی است که شخص تصویر واضح نمیبینه، تصویر مغشوش میبینه یا از کمکاری دید البته شکایت میداشته باشه. بله. که ما به صورت عموم سه اصطلاح را در این قسمت داریم که اصطلاح نزدیک بینی و دوربینی و یک اصطلاح دیگه که به نام استگما یاد میشه، شخص استگماتیزم داره. بله. در 360 درجه که البته اگر قسمت دیده در نظر بگیریم، در این هر درجه از این میتونه مشکل ایجاد شه و تصویر مغشوش شوه. بله. این حالت به نام استگماتیزم یا استگما یاد میشه، شخص تصویر مغشوش میبینه که میتونه در دور یا نزدیک در هر دو حالت ایجاد شوه. بله. و بعضی حالت ها بر علاوه که خطای انکساری امکان داره یک فرد خطای انکساری نداشته باشه، اما در قسمت سیستم نوری چشم یک سیستمی هست که متشکل از چند ساختمان است. بله. که به صورت عموم از ابتدا اگر شروع بکنیم از قرنیه چشم شروع میشه، بعد از اون لنز چشم داریم، بعد از اون مایاتی که در داخل چشم هست و این وسط ها تمام شفاف هستن، نور به بسیار راحتی میتونه از یا عبور کنه و انکسار میکنه و بالاخره به شبکیه فوکس بشه. بله. اگه اینمی میدیا یا وسط نوری چشم در هر قسمت شفافیتش برهم میخوره، این هم با سبب میشه که شخص از کمکاری دید شکایت داشته باشه. بسیار معمول که است هم میتونه که مکدرات هایی که در خود قرنیه چشم به وجود میاد، هر حالتی که بتونه شفافیت قرنیه را برهم بزنه، زیادتر در کشور ما واقعاتی که ما داریم البته حالت های میکروبی قرنیه چشم است، عفونت های قرنیه چشم زیادتر دید شخص را میتونه متاثر بسازه. با تعقیبش واقعات تراما هست یا ضربه ای که به قرنیه چشم وارد میشه، زیادتر سوختگی ها هم داریم، سوختگی های کیمیاوی چشم ما میگیم، سوختگی های کیمیاوی چشم هم میتونه شفافیت قرنیه را برهم بزنه و یک داغ و ندبه و اسکار با جای بانه، بالاخره شفافیت قرنیه برهم میخوره، سبب کاهش دید میشه. متعاقب از این میتونه که هر حالتی که شفافیت لنز چشم برهم میتونه، که به اصطلاح عام ما او رو به نام آب مرواریت یا پرده چشم میگیم و به اصطلاح ما کاتاراکت میگیم. این هم یکی از عوامل بسیار عمده ای است که میتونه سبب کاهش دید یا کمکاری دید نزد اشخاص شود. عامل دیگه هم میتونه که مایاتی که در داخل چشم هست، وقتی که التهاباتی که در داخل چشم ایجاد میشه، همین مایعی که در حالت نرمال شفاف و پاک میباشه، اگر این مایع شفافیتش برهم میخوره، بنابر التهاباتی که در داخل چشم ایجاد میشه، میتونه سبب کمکاری دید شود. بله. و بالاخره عوامل دیگه مربوط به خود شبکه چشم میشه و همون طرقی که البته رشته های عصبی که شبکه را به دماغ وصل میباشه، در هر قسمت از یک کدام آفات ایجاد میشه، میتونه سبب کمکاری در بینایی شود. بله. کو بحث خیلی بزرگ است، هر کدامش عوامل مختلف داره، امراض مختلف میتونه که در قسمت واقع شوه و سبب کاهش دید نزد افراد شوه. بله. و یک حالت دیگه را که باید برای بیننده بگوییم که خیلی حالتی است که تهدید کننده بینایی است و باید زیاد متوجه از این حالت باشن، به نام اصطلاح گلوکوما یا نزد افراد آن به نام آبسیا مروج است. بله. آبسیا یا گلوکوما عبارت از حالتی است که فشار داخل چشم بلند میباشه به صورت دوامدار و این سبب میشه که خود عصب بینایی را صدمه بزنه. بالاخره وقتی که عصب بینایی و رشته های عصبی که در داخل شبکه چشم است در اثر فشار بلند دوامدار چشم صدمه میبینن، سبب کاهش بینایی نزد افراد میشه و این کاهش بینایی غیر قابل برگشت است. در مرحله ای که به این سویه رسیده باشه و پیشرفت کرده باشه، متاسفانه دوباره قابل برگشت نیست. بله. پس بهتری است که اگر افراد مشکوک به این میشن که احساس کاهش بینایی میکنن، احساس درد و ناراحتی در چشم میداشته باشن، و یا بهتر است که افراد بعضی وقتا ولو که هیچ مشکل هم البته احساس نمی کنند، بهتر است هر 6 ماه بعد یا 1 سال بعد از نظر معاینات چشم یک چکاپ عمومی نزدشان صورت بگیره. بسیار خوب است. و خاطر کمی حالت گلوکوما یا آبسیارا که من گفتم، این زیادتر وقایع دارن. اگر در مرحله تاسوس مرض برسه پیشرفت بکنه، در اون صورت قابل برگشت نیست متاسفانه. اگر به موقع تشخیص شوه و منیجمنت شوه، ما میتونیم که از اون نابینایی غیر قابل برگشت البته جلوگیری بکنه. بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب، جهان سپاس. خب بیننده های عزیز، ما دکتر صاحب قیس نسیمی رو با خود داریم که در رابطه با کمکاری چشم صحبت های داریم. فعلا یک میان برنامه کوتاه، دوباره برمیگردیم.
دوباره برگشتیم عزیزان بیننده، جهان سپاس که تا امدم با ما بودین. دکتر صاحب بسیار عالی روی کمکاری چشم صحبت کردن و همچنان با عرض معذرت که وقت برنامه کم است، خیلی کوتاه در رابطه با مشکلاتش صحبت کردیم. ان شاءالله هفته آینده در رابطه با تشخیص و تداویش و ریسک فاکتورهاش ان شاءالله که بحث تکمیل میکنیم صحبت خواهد کردیم. و این که در این قسمت برنامه در رابطه با دکتران چشم افغانستان و در رابطه با کنگره که قسم که ما آگاهی داریم دیروز دایر شده بوده با دکتر صاحب صحبت میکنیم. خب دکتر صاحب، در نخست چی خوب است که در رابطه با دکتران، در رابطه با انجمن دکتران چشم افغانستان معلومات بدین؟ انجمن دکتران چشم افغانستان یک نهاد علمی و اجتماعی است، یک نهاد غیر سیاسی و غیر وابسته است. البته بزرگترین انجمن علمی میتونیم بگیم در سطح کشور است. بسیار. انجمن دکترای چشم افغانستان تقریبا 15 سال از تاسیس انجمن میگذره. بسیار عالی. و البته بیشتر از 200 نفر از متخصصای چشم البته عضو انجمن هستند و یکی از بزرگترین انجمن ها میتونه در سطح کشور باشه. البته بسیار. هدف از انجمن های علمی و اکادمیک است. و خوشبختانه انجمن دکتران چشم افغانستان یک عضو فعال یا ممبر فعال نهاد بین المللی یا کنسل بین المللی چشم پزشکی هم است. بسیار عالی. دکتر یکی از ممبرهای فعال انترنشنال کنسل آف افتالمولوژی، البته افغانستان سوسایتی آف افتالمولوژی است که انجمن دکتران چشم افغانستان است. و انجمن دکتران چشم افغانستان عمدتاً به خاطر ایجاد شده که بتانه البته کیفیت ارزی خدمات صحی چشم و یا مراقبت های صحی چشم را در سطح کشور بتونیم چطور بلند ببریم. دقیقه. البته با هماهنگی با تمام اعضای انجمن، تمام دکتر صاحبای چشم در افغانستان و خارج از کشور و همچنان در البته هماهنگی و ارتباط با سایر انجمن های دنیا که میتونیم با انجمن های کشورهای همسایه، انجمن هایی که در منطقه هستند و انجمن های چشم پزشکی که به سطح جهان مطرح هستند، ما خوشبختانه با همهشان در تماس هستیم. بله. و یگانه هدفی است که کار شود و تلاش شود که چطور بتانیم البته کیفیت ارزی خدمات صحی چشم را از نظر کمی و کیفی بلند ببریم و چطور بتانیم بین تمام متخصصای با دکترای چشم در افغانستان هماهنگی ایجاد بکنیم. بله. و خوشبختانه انجمن ما تانسته که در این قسمت موفقیت های بسیار زیاد و فعالیت های بسیار خوبی را داشته باشد در این مدت 16 سال. و البته ما قلبا سپاسگزاری میکنیم از مؤسسین محترم انجمن دکترای چشم افغانستان که در این قسمت خیلی تلاش کردن و انجمن بنیانگذاری کردن. و انجمن البته با تمام انجمن های کشورهای دنیا هماهنگی داره و در تماس هست. بسیاره. و عمدتا در این قسمت تلاش میکنه که یک هماهنگی بسیار خوب ایجاد شوه که هم بتانیم از نظر اکادمیک بتانیم روابط بسیار خوب داشته باشیم و همچنان از نظر بلند بردن البته ارتقای ظرفیت از انجمن و هم در این قسمت تلاش شوه. بسیار که بعدا باز قسمت فعالیت انجمن و دستاورده میشه در این مورد صحبت ان شاء الله. دکتر صاحب بسیار عالی. خب حال هم میشه که روی اهدافتان صحبت کنین که هدفتان از تشکیل انجمن چی بوده و همچنان روی که چقدر دستاورد داشتین در طی 15 سال؟ عمدترین هدف انجمن دکترای چشم افغانستان البته دفاع از حقوق ابتدا دکترای چشم هست و در قدم دوم البته دفاع از حقوق مریضای چشم هست. بسیار عالی. و بالاخره یک هدف عمده ای که ما داریم چطور بتانیم عرضه خدمات صحی چشم را تقویت ببخشیم و بهبود ببخشیم. بله. و یگانه هدف ما البته محو نابینایی در کشور است. بسیار. یگانه هدف که انجمن دکترای چشم افغانستان تاسیس شده چطور بتانیم مبارزه بکنیم علیه نابینایی وسط کشور. و البته این مبارزه تا یک پروتکل جهانیه که به نام ویژن 2020 یاد میشد، البته یک گول یک تارگیت جهانی است و ما هم متحد به می تارگیت جهانی هستیم و یگان هدف ما این است که از امو شیوه ها و گزینه های استفاده شود که بتانیم بالاخره مبارزه علیه نابینایی بکنیم به سطح کشور. یگانه هدف انجمن امی است. و البته فعالیت های انجمن زیاد است. فعالیت ها میتونه که به سطح کشور هم باشه و به سطح بین المللی هم. خوشبختانه انجمن ما فعالیت های بسیار خوب چشمگیر داشته. در کل یکی از مهمترین فعالیت های انجمن البته برگزاری کنفرانس ها و تدویر کنگره های سالیانی انجمن دکتران چشم افغانستان است. بسیار عالی. خوشبختانه تا حال ما موفق شدیم که از زمان تاسیس انجمن تا حال ما 15 بار یا در 15 دار کنگره سالیانه خود به شکل موفقانه دایر کنیم. بسیار عالی. یعنی کنگره هر سال دایر میشه. کنگره به شکل سالیانه دایر میشه. و در کنار کنگره کنفرانس های علمی را هم داریم که به صورت اون برای دو روز این کنگره و کنفرانس ها جریان می داشته باشه.
از تمام متخصصای با چشم در افغانستان و خارج از کشور دعوت میشه، حتی از البته متخصصین چشم خارجی و پروفسورایی که در بخش چشم البته در خارج کشور و حتی به سوی امریکا و اروپا و منطقه هم هستن، از اون هم دعوت میشه. بسیاره. و خوشبختانه ما هم اصلا تا مهمانای خارجی هم داشتیم که در انجمن ما سهم گرفتن، بهترین لکچرهای علمی و تحقیقی ارائه کردن، امو دستاوردهای اکادمیکا با اعضای انجمن ما شریک ساختن، اعضای انجمن ما با اونا یک تبادل البته افکار علمی هم صورت گرفته. اما متاسفانه در امسال سال اخیر بنابر بعضی مشکلات و مشکلات امنیتی و مسائل قرنطینه ما نتونستیم بسیار زیادی از میهمانان خارجی را داشته باشیم. بله. و در کل البته فعالیت های دیگه انجمن زیادتر فوکس بالای ازی داره که چطور بتونیم البته ارتقای ظرفیت بکنیم. بله. البته اعضای انجمن نیاز دارن که البته ظرفیت علمیشان باید ارتقا بگنه. به این اساس زیادتر تلاش شده البته در بخش علمی انجمن و بخصوص در بخش روابط خارجی انجمن. بله. تلاش زیاد صورت گرفته که با همانگی با سایر انجمن های دنیا و حتی با همانگی با می اینترنشنال کانسل آف افتالمولوژی یا نهاد بین المللی چشم پزشکی، زمینه بر البته فراهم شده به خاطر فیلوشیپ ها. بله. فیلوشیپ هایی که اکثرا پروگرام های پوست گراجویت است، بعد از اینکه دکتر صاحبا تخصص خود را تکمیل میکنن یک مدت تجربه کاری می داشته باشن، اینا و پروگرام های فوق تخصص را پیدا میکنن. دقیقاً. انجمن ما در این قسمت دستاوردهای بسیار خوب داشته با کمک البته فعالیت های بخش روابط خارجی ما که جا داره است متخصص صاحب شبیر احمد مویس سپاسگزاری بسیار زیاد کنیم. در این قسمت خیلی تلاش کردن. بالاخره به اعضای انجمن ما زمینه مساعد شده که اینا بسیار زیاد به فیلوشیپ ها و فوق تخصص به خارج از کشور برن. بسیار عالی. خوشبختانه در این قسمت ما زیاد از متخصصین ما را داریم که به امریکا، اروپا، حتی استرالیا و کشورهای منطقه، هندوستان، اکثرا اینا از همین طریق زمینه سازی شده و به فیلوشیپ ها رفتن در بخش های مختلف چشم پزشکی، حتی به سوی فوق تخصص. بله. اینا تحصیلات خود انجام دادن، دوباره به کشور برگشتن و در خدمت مریضدارای ما قرار دارن. و خوشبختانه ما میتونم بگویم که البته همی کیفیت عرضه خدمات صحی چشم در افغانستان بسیار زیاد نظر به سالهای قبل تغییر کرده. دقیقا. اما از لحاظ تشخیصی خوشبختانه ما وسایل تشخیصی بسیار خوب هم داریم، البته با کمک شفاخانه تخصصی چشم، اکثرا شفاخانه شخصی هستن. بله. اینا تانستن که وسایل تشخیصی بسیار خوب فراهم بکنن و همچنان از نظر منیجمنت تداوی هم البته از ظرفیت دکتر صاحبای ما بسیار بلند رفته. بسیار خوشبختانه حال بسیاری از امراض چشم در کشور ما تداوی میشه و نیاز نیست که مریضای ما به کشورهای همسایه و کشورهای دور اینا مسافرت کنن و سرگردان باشن. خوشبختانه در بخش امراض شبکیه، امراض قرنیه، امراض فوق تخصصی چشم البته عملیات های بسیار استاندارد فعلا در کشور خود ما قابل اجرا است با هزینه های بسیار کم و نیاز نیست که مریضای ما سرگردان باشن و اینا مسافرت کنن به خاطر تداوی امراض چشم به خارج از کشور. بسیار عالی دکتر صاحب، جهان سپاس. و همچنان شما در رابطه با دستاوردها صحبت کردین، یکی از دستاوردها فلوشیپای بود که برای متخصصین صاحبا شما ارائه کردین. میشه در رابطه با دستاوردهایتون بیشتر بر بینید ای عزیز بگین که در طی 15 سال که شما فعالیت کردین و انجمن شما فعالیت کرده دیگه چی دستاوردهایی داشت؟ در کل تمرکز انجمن بالای بلند بردن کیفیت ارزی خدمات صحی بوده. در این قسمت انجمن تانسته که یک قسمت ارتقای ظرفیت کار بکنه در قسمت هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه بخصوص در بخش مراقبت های صحی چشم و شکل هفتوار البته رهبری انجمن جلساتی با اونا داشتن که چه قسم یک تلاش و هماهنگی ایجاد شوه که به صورت عموم چی طرح داشته باشیم تا مراقبت های صحی چشم را کیفیتش بالا ببریم. خوشبختانه وزارت صحت عامه هم امی البته موضوع ما را پذیرفتن و بالاخره مراقبت های صحی چشم را اینا یک جزء اساسی از اون پکیج اساسی مراقبت هایی که به صورت در وزارت صحت عامه و سطح ولایت ها و ولسوالی ها در جریان است ایره هم جا دادن. حالا خوشبختانه مراقبت های صحی چشم به سطح ولسوالی ها و ولایات و حتی قریجات هم امکان پذیر است و مهیا است. بالای از باز ما شفاخانه هایی که ملی و شفاخانه های نشنل داریم، شفاخانه های ترینینگ هم داریم، اگر مریضایی که علاجشان در قسمت ها امکان پذیر نمی باشه و البته وسایل بهتر و مدرنتر نیاز است، باز اونا ریفر یا راجع میشن به مراکزی که مجهزتر هستن. این یک دستاورد بسیار خوب است. دستاورد دیگه ای که گفتم زمینه سازی شده برای اعضای انجمن تا اینا به سفرهای خارجی برن و به فیلوشیپ ها برن و البته پروگرام های فوق تخصص اینا فرا بگیرن. یک دستاورد بسیار خوب دیگه ای که از ما فراموش شد، خوشبختانه اعضای انجمن ما میتونن که در اکثریت کنفرانس های چشم پزشکی بین المللی اشتراک بکنن. بسیار عالی. کی هم با کمک رهبری انجمن بخصوص قسمت بخش روابط خارجی ما تلاش زیاد شده. خوشبختانه در این سالهای اخیر اکثریت از اعضای انجمن موفق شدن که
به کنفرانس های چشم پزشکی به خارج از کشور سفر بکنند. بله. بعض اندوخته های علمی و بحث های اکادمیکی که در قسمت صورت گرفته، تغییرات لیتست و اپدیت که در قسمت سایه افتالمولوژی و چشم پزشکی بوده و اونا مستفید شدن و دوباره همو دستاوردار داخل کشور آوردن و با دیگه متخصص با شریک ساختن. بسیار عالی. یعنی خوشبختانه دکتر سایبا چشم ها در افغانستان میتونیم بگیم که اپدیت هستن. اما نالج علمشان بروز هست و این دستاورد بسیار خوب انجمن است که زمینه سازی کرده و سهولت ایجاد کرده در خاطر که اعضای انجمن بتونن با آسانی اشتراک کنند در کنفرانس های بین المللی. بله. من میتونم بگویم که دکتر سایبا ما موفقانه در البته کنفرانس های انجمن چشم پزشکی امریکا که مخفف ایو امریکن اکادمی آف افتالمولوژی که انوال میتینگ ها دارن سالانه یک تعداد زیاد از اعضای ما اشتراک کردن در کنفرانس ها و سهم بسیار فعال داشتن. البته در کنفرانس انجمن چشم پزشکی کشور جرمنی جرمن افتالمولوژیکال کانگرس البته زیادتر از اعضای انجمن ما اشتراک کردن به سطح اروپا و خوشبختانه در کشورهای هندوستان و ایران در کنفرانس های چشم پزشکی سالیانشان همیشه از انجمن اشتراک فعال داشته. بسیاره. که خود یکی از دستاوردهای بسیار خوب انجمن است که زمینه سازی کرده و سهولت ایجاد کرده تا اعضای ما بتانند به آسانی در کنفرانس های علمی و اکادمی که کشورهای دیگه هم البته اشتراک داشته باشند و از امو تحولات جدید علمی که در سایه افتالمولوژی و چشم پزشکی از بهرمند شوند و دوباره وارد داخل کشور بیارن و در خدمت مریضدارا و هموطنان ما قرار بدن. بسیار عالی و بسیار همچنان تشکری خاص از انجمنتان که این زمینه بر اکثر دکتر سایپا و بر اکثر شخصیت ها فراهم نمیشه تا ای که برن آپدیت شون بر روز شون و از اتفاقاتی که در جهان رخ داده در رابطه با چشم پزشکی آگاه شون. جهان سپاس دکتر سایپ. خب حالا هم میایم روی کنگره صحبت میکنیم که آیا کنگره تان هم ساله دایر میشه و هم اگر همه ساله دایر میشه شما روی چی موضوعات صحبت میکنین و کدام موضوعات را روی بحث میگیرین و همچنان در کدام ولایات منحصر به فرد تنها در کابل دایر میشه و یا هم شما در ولایت نیز ایب کنگره را دایر میکنین و عضوش کی ها هست؟ قسم که یادواری کردین خارج از کشور آیا از ولایت هم نفر میاین و یا هم خیر؟ تشکر، سوال بسیار خوب است. یکی از فعالیت های بسیار مهم انجمن البته دایر کردن کنگره ها و کنفرانس های علمی سالیانه هستند. برای که ما پروگرام های علمی دیگه هم در جریان یک سال داریم، ما میتونیم از ورکشاپ ها و سمپوزیم و بالاخره کورس های کوتاه مدت و طویل مدت هم زمینه سازی میکنیم برای البته اعضای انجمن. خب بزرگترین فعالیت انجمن و مسئولیت های رهبری انجمن ای است که به صورت سالیانه کنگره انجمن و کنفرانس های علمی را باید دایر کنند. که در جریان کنگره و کنفرانس های علمی ما خوشبختانه نمایشگاهی از وسایل طبی که در بخش چشم پزشکی هست و همچنان ادویاتی که در قسمت چشم پزشکی استفاده میشه ما بزرگترین نمایشگاه زور هم دایر میکنیم. بسیار عالی. و شما هم شاهد بوده که در دو روز گذشته به روزهای پنجشنبه و جمعه ما یکی از بزرگترین همایش های علمی را یا 15 کنگره و کنفرانس علمی انجمن دکتران چشم افغانستان در شهر کابل موفقانه دایر کردیم و موفقانه سپری شد و در این قسمت ما از جا داره که از تلویزیون تی وی چراغ هم سپاسگزاری کنم که در قسمت تخنیکی ما را خیلی همکاری کردن و به این اساس ما همه ساله کنگره را دایر میکنیم. فقط یک سال گذشته که بنابر شرایط کرونایی و بنابر موضوعات قرنطین ما نتانستیم و بعضی از مشکلات امنیتی بود که ما کنگره خود را دایر کنیم، اما امسال ما کنگره را موفقانه دایر کردیم. کنگره عمدتاً بحثایی که می داشته باشه بحث عمدهش کنفرانس های علمی است. دکتر صاحبه ما قسمی که شما گفتین نه تنها از کابل، از همه ولایت افغانستان اشتراک میکنن و برای که از ولایت حتی میتونن خارج از کشور هم که متخصصین چشم هستن اونا هم در کنفرانس های ما همه ساله اشتراک بسیار پرجوش و خوب داشتن. و اونا امو دستاوردهای علمی و تحقیقی را که در جریان کارهای یک ساله خود البته مواجه میشن اونو دستاوردها را میارن با سایر از انجمن شریک میکنن و بحث ها مناقشه های بسیار خوب علمی هم صورت میگیره. دقیقا. و در کنار از او کنگره روی تشکیلات خود انجمن و روی تشکیلات هیئت رهبری انجمن هم بحث هایی میداشته باشه. انتخابات هر دو سال بخاطر رهبری انجمن هم صورت میگیره که یکی از آجندای کنگره سالیانه همین بحث هم میباشه. که به صورت کل گفته میتونیم که انجمن دکترای چشم افغانستان یک بورد رهبری داره که البته بین دو کنگره البته انجمن رهبری میکنن و مدیریت میکنن. هیئت رهبری انجمن متشکل از 6 نفر عضو است با شمول رئیس و بخشای دیگه که در قسمت البته بخشای اداری و منیجمنت انجمن کار میکنن. بسیار عالی دکتر صاحب. خب حال هم میایم در مورد نشریه انجمن که مسئولش هم خود شما هستین صحبت کنین که چی دستاورد های داشتین، چی فعالیت های داشتین و همچنان کدام وظیفه ها بر دوش شماست؟ آیا اینا را به خوبی انجام دادین و یا هم خیر و چقدر کمک به انجمن شما کرده؟
سوال بسیار خوب است. خوشبختانه انجمن ما یک نشریه مستقل داره که به نام افغانستان جورنال اف افتالمولوژی و به نام دری ما میتونیم بگیم که مجله به نام روشنایی یاد میشه. البته این نشریه هم ساله وقتی که کنگره و کنفرانس های علمی ما دایر میشه، نشریه انجمن هم نشریه سالیانه است و سالیانه به نشر میرسه. امسال هم خوشبختانه ما موفقانه تانستیم که 15مین نشریه را البته به نشر برسانیم. در نشریه به صورت عموم باز هم امو موضوعات علمی و تحقیقی که از دکتر صایبای چشم در افغانستان و همچنان حتی به خارج از کشور، حتی ما امو البته تاپیکا و مقالات علمی و تحقیقی پروفسورای خارجی را هم تانستیم موفقانه در نشریه خود به نشر برسانیم. که گفتم میتونیم امسال خوشبختانه ما یکی از تاپیکای بسیار خوب و مهمه در قسمت پیوند قرنیه، یکی از بحث‌های بسیار داغ است و با استفاده از لیزر چطور ما بتونیم که با تکنولوژی جدید پیوند قرنیه را انجام بدیم. این یکی از مقاله علمی و تحقیقی یکی از پروفسورای مطری البته جهان که به نام پروفسور سایتس هست و یکی از پروفسورای زبردست پیوند قرنیه به سطح جهان و در اروپا است و در کشور جرمنی فعلا فعالیت دارند. ما مقاله تحقیقی از اونها را به نشر برسانیم و در کل هدف ما است که با همانگی با سایر انجمنهای کشورهای دنیا، با همانگی با پروفسورای مطری افتالمولوژی در کشورهای خارجی و همچنان متخصصای مطری خود ما بتونیم مقالات علمی تحقیقی از اینا را دستبندی کنیم، جمع‌آوری کنیم و بالاخره در نشریه سالیانه به نشر برسانیم و در خدمت اکثری از دکتر صایبه بخصوص اعضای انجمن در دستشان قرار بدیم. بسیار عالی دکتر صایب، تشکر از اینکه تشریف آوردین امروز جهان و سپاس و همچنان تشکر از انجمنتون. بسیار یک کمک عالی و دقیق است بر دکترای افغانستان، بر دکترای چشم افغانستان. با امید موفقیت های هرچی بیشترتان دکتر. تشکر از شما هم، تشکر از برنامه خود. سلامت باشین دکتر صایب. خب بیننده های عزیز، ما در این بخش برنامه دکتر صایب قیس نسیمی رو با خود داشتیم که ایشان متخصص امراض جراحی چشم و عضو بورد رهبری انجمن دکتران چشم افغانستان هستند و در رابطه با کمکاری چشم و همچنان صحبت ها در رابطه با کنگره و انجمن دکتران چشم افغانستان داشتیم. امید که خسته نشده باشین، در بخش بعدی برنامه مرتنها نگذاریم.